خب با درود سلام خدمت دوستان عزیز، همزبانان پارسی و هموطنان ایرانی، خواستم سال نو پارسی رو به همه شما تبریک بگم و یک هدیه خیلی زیبایی رو که من برای نوروز گرفتم رو به شما نشون بدم. یکی از شاید بهترین هدیه‌هایی که من برای نوروز دریافت کردم و واقعا یک هدیه خیلی نفیس و خیلی زیبا هستش. حالا الان شب یک شب بهاری هستش، روز 21 مارچ، روز بعد سال نو، البته دو روز بعد از سال نو میشه اینجا، و خواستم که در این شب بهاری در این نسیم زیبا بیام و این هدیه خیلی زیبا رو هم به شما نشون بدم. خیلی خیلی واقعا یکی از بهترین هدیه هاست که من برای نوروز گرفتم. ولی قبل از اون میخوام یه توصیه بکنم برای دوستان ایرانی که به کلاسیکال میوزیک گوش میکنن. نمیدونم چقدر از درصد ایرانی کلاسیکال میوزیک گوش میکنن، ولی یه موسیقی هستش که برای بالا بردن ذهن و بالا بردن هوش و از نظر حالا اسپریچوالیتی و روحانی هم خیلی خیلی به ما کمک میکنه. کلاسیکال میوزیک و سونات سی و 31 بتوون برای پیانو هستش. حالا بتوون فقط اوورتور اگمانت، فقط سمفونی 5، فقط مونلایت سوناته، سونات مهتاب نیستش، یا فور الیز. بتوون کارهای خسارت خیلی خیلی زیبای دیگه‌ای داره. این دوتا سوناتا واقعا شاهکار موسیقی هستن و یه حالت خیلی مدیتیشن رو به آدم میدن. و توصیه میکنم که اگه دسترسی به رکورد پلیر یا تو ایران ما میگفتیم گرامافون دارید، صفحه ما میگفتیم، اینجا میگن وینل رکوردز، این وینل رکوردش رو بگیرید و روی صفحه پلی بکنید، روی صفحه بذاریدش و گوش بکنید. فوق العاده هستش. سونات سی و 31 بتوون. حالا این هدیه که من گرفتم یک هدیه میگم خیلی نفیس و خیلی زیبا، یه جلد، یک در حقیقت یک کاور یا یه جلد خیلی کوچیک هستش، در داخل اون گلستان و بوستان سعدی هستش و حک شده روی اینها، یه طرف گلستان و یک طرف بوستان. در داخل این ویدیو به صورت شفاف من از اینا ویدیو میگیرم و براتون میذارم که ببینید. فوق‌العاده هستن اینا، خیلی جیبی، خیلی خوب و خیلی خیلی من به خودشون مشغول کردن. حالا از گلستان خواستم یک چند تا حکایت با هم دیگه نگاه بکنیم. واقعا چند درصد از ما گلستان و بوستان سعدی رو خوندیم و این اثرات فارسی رو ما راجعشون میشنویم و خیلی لذت میبریم، ولی آیا ما زمان صرف میکنیم که اینا رو بخونیم؟ خیلی از ماها این کار انجام نمیدیم و اگرم نخونیم زمان میگذره و کماکان ما حسرت اینو میخوریم که چرا هیچ وقت فرصت رو غنیمت نشمردیم و این اثرات فوق‌العاده ادبیات رو نخونیم و از اینا یاد نگرفتیم. و داستان اصلی یاد گرفتن از اینا هستش. حالا خوندن به لحاظ ادبی فوق‌العاده هستن، به لحاظ ادبی ارزشو خیلی بالایی دارن، ولی باید ما از اینها یاد هم بگیریم و در زندگی روزمرهمون از اینها استفاده بکنیم. حالا ببینیم که در گلستان سعدی من داشتم امروز نگاه میکردم چند تا حکایت خیلی جالب رو پیدا کردم. در فصل کجا بودیم؟ و اینی که اینجا میبینید، این حتی این ساخته نشده که روی این بره، این یه وود استوف هستش که داخلش من زغال گذاشتم و زغال ها خیلی خوب گرفتن. روی این percolating
کافی میکر هستش. پرکولیتینگ کافی میکر، فرقش با کافی میکر ساده این هستش که یک فیلتر هستش که آب که باز جوش میاد به طور متناوب در این به کافی برخورد میکنه و میاد پایین، یعنی حالت یه سایکل رو به وجود میاره و در حقیقت روغن کافی رو، اون اویل رو به طور کلی میتونه اکستراکت بکنه، میتونه به طور کلی وارد این آب جوش بکنه و یکی از خوشمزه‌ترین کافیه که درست میشه کرد با این پرکولیتینگ کافی میکر هستش. البته با زغال هم که دیگه بهتر میشه، مقدار شیرینی هم هستش اینجا. در صورت جاتون خالی. خب میخونیم از گلستان و بوستان سعدی، دو جلد کاملا نفیس و زیبا و یه جلد کلی هم داره که این دوتا داخلش قرار میگیرن. این که از زیباترین و نفیسترین هدیه‌ای که من برای نوروز گرفتم. خب در باب چهارم در فواید خاموشی، یه داستان خیلی معروف هستش. بازرگانی را 1000 دینار خسارت افتاد. پسر را گفت نباید که این سخن با کسی در میان نهی. گفت ای پدر، فرمان تو راست. نگویم، ولی کن خواهم مرا بر فایده این مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست؟ یا مصلحت در نهان داشتن چیست؟ گفت تا مصیبت دو نشود، یکی نقصان مایه و دیگری شماتت همسایه. مگوی اندوه خیش با دشمنان، که لاحول گویند شادی کنان. به به، فوق‌العاده است. حکایت دو. جوانی خردمند از فنون فضایل خطی وافر داشت و طبعی نافر، چندان که در محافل دانشمندان نشستی زبان سخن ببستی. باری پدرش گفت ای پسر، تو نیز آنچه دانی بگوی. گفت ترسم که بپرسند از آنچه ندانم و شرمساری برم. بابا نشنیدی که صوفی میکوفت زیر نعلین خیش میخی چند؟ آستینش گرفت سر سنگی که بیا نعل بر سطورم بند. بابا بابا آفرین. خب حکایت بعدی. جالینوس ابلهی را دید دست در گریبان دانشمندی زده و بی حرمتی همی کرد. گفت اگر این نادان نبودی کار وی با نادانان به این جای نرسیدی. بابا بابا یه تو انگلیسی میگن You cannot win an argument with an idiot، یعنی یک بحث و جدل رو با یک آدمی که کوچکترین منطقی نداره هیچ وقت برنده نمیشید. خیلی خیلی زیبا هستش این حرف. خب حکایت بعدی یکی از حکایتی هستش که خیلی از ما میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. یکی از حکما شنیدم که میگفت هرگز کسی به جهل خیش اقرار نکرده است مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد همچنان ناتمام گفته سخن آغاز کند. سخن را سر است ای خردمند و بون، میاور سخن در میان سخن. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش. به چند تا حکایت بود که خوندم از گلستان سعدی، هدیه فوق‌العاده که من برای نوروز گرفتم. بوستان سعدی، گلستان سعدی خب نثر هست با شعر هم در آمیخته، بوستان نظم هستش، شعر هستش و هر دو اینها داخل این جلد خیلی زیبا قرار میگیرن. میکنم هر جای من برم دوتا رو با خودم ببرم. خب کافی هم آماده هستش در حضور شما و کافی رو میریزم. بوی کافی هم واقعا در اومده. خیلی مواظب باشین، این پرکولیدینگ ها خیلی خیلی داغ میشن و مواظب باشین که خودتون رو نسوزونید. چه کافی شد. به به. خب بازم مرسی که با من بودین. سال نو رو بهتون تبریک میگم. شیرینی خیلی خوشمزه. خواستم فقط این هدیه نفیس رو که من برای سال نو و نوروز دریافت کردم به شما نشون بدم. فوق العاده زیبا، فوق العاده خوب.
باید به اهمیت ادبیات کلاسیک ایران پی ببریم و زمان بیشتری رو صرف بکنیم که اینا رو بخونیم. اینا واقعا شاهکارهای ادبیات جهان هستن، نه تنها ایران. به عنوان مثال کتاب شاهنامه فکر نمی‌کنم نظیر شاهنامه تو کل دنیا وجود داشته باشه. شاید یک در یک بخش‌هایی بتونه داستان‌های کتاب هومر یا مثلا مهابهارات مال هندوستان تا یه بخش‌هایی شاید بتونه برابری کنه، ولی بازم من مطمئنم که اثری تو کل دنیا مثل شاهنامه هیچ وقت خلق نشده. و گلستان و بوستان سعدی هم که خب آموزنده و مطالب فوق العاده زیبا و همین اصلا نثر این رو خوندن یه حس خیلی خوبی رو به آدم میده. بنابراین حتما تهیه بکنید اگه کتابش رو دارید. یه چیز دیگه هم که میخوام بگم، چرا اگر من علاقه دارم کتاب دستم باشه، به خاطر اینکه یه حس خیلی خوبی رو به من میده و یه انگیزه رو به من میده که این کتاب رو بخونم. اگه پی دی اف این کتاب رو من روی کامپیوتر نگاه بکنم اصلا همچین حسی رو من نمیده. همون چیز هم راجع به صفحه یا همین وینال رکورد رو به شما گفتم، یا حتی سی دی، حتی کاست، یک ارتباط خیلی به قول معروف قابل لمس رو آدم با کتاب یا موسیقی اونجوری برقرار میکنه تا اینکه بخواد از روی کامپیوتر پخش بکنه، یا اینکه پی دی اف این کتاب رو روی کامپیوتر بخواد بخونه، اصلا همچین حس رو به آدم نمیده. من خیلی علاقه دارم که کتاب باشه و ورق کتاب رو ببینم و ورق بزنم و کتاب بخونم. حالا به لحاظ انوایرمنت و اینا خب ممکنه که یه مقدار جالب نباشه، به خاطر که درخت‌ها باید قطع بشه که کاغذ درست بشه، ولی خب میتونیم همیشه اینا رو یوزد هم بخریم، دست دوم میتونیم از ای بی تهیه بکنیم. خیلی خب این کافی، واقعا من کافی همچین طعمی رو نخوردم، یعنی فوق‌العاده شده. به به، مخصوصا با این شیرینی خیلی خیلی میچسبه. امیدوارم مرسی که با من بودین، امیدوارم که شب خیلی خوبی داشته باشین و در برنامه بعدی به زبان پارسی همدیگر رو میبینیم. خیلی ممنون، نوروز مبارک، سال نوتون مبارک و امیدوارم که همیشه شاد و سلامت و موفق باشید. نوروز شاد باد. مرسی.